راه شب. به نام خاک پاک ایران، عرض ادب و ارادت خدمت یکایک شما هم میهنان عزیزم در هر کجای این گیتی پهناور زندگی میکنید. مهران کمالپور هستم با یک راه شبی دیگر از رستاخیز سیمرغ در 17 بهمن ماه 2579 شاهنشاهی با کتاب در دامگه حادثه بخش سوم در پیشگاه یکایک شما هم میهنان عزیزم خواهم بود. امیدوارم حالتون خوب باشه و ساعاتی رو که پشت سر گذاشتید ساعات خوبی بوده باشه براتون و آماده باشید تا در بخش سوم این کتاب با ما تا پایان همراه باشید. قبل از آغاز این بخش خواهش میکنم دوستان عزیز نخست برنامه رو لایک کنید و با مهری که به ما دارید با اشتراک گذاری اگر از این برنامه خوشتون میاد و مورد پسندتون واقع شده حمایت کنید. سپاس بیکران از شما. اما بریم سراغ بخش سوم کتاب در دامگه حادثه. بله، ببینید داستان به این ترتیب است. زمانی که کندی داشت برای ریاست جمهوری فعالیت میکرد علیه شاه حرفهایی زده بود. آن وقت در ایران جبهه ملی و احزاب وابسته‌اش راه افتادند، مثل همین اواخر در سال 1976 که جیمی کارتر حرفایی زد و اینها راه افتادند. بعد شاه به خاطر امکان روی کار آمدن کندی در آمریکا در سخنانی در روز 23 خرداد در مراسم عید قدیر صحبتی کرد که انتخابات مجلسی که در پیش است انتخابات آزادی خواهد بود. پرسش: بله، شاه قبل از شروع انتخابات دوره 20 مجلس شورا در سخنرانیش گفت انتخابات آینده کاملا آزاد خواهد بود. در واقع وعده شاه در به وجود آمدن فضای باز سیاسی و اعلام انتخابات آزاد همزمان با رقابت انتخاباتی رئیس جمهوری آمریکا بود و برخی هم معتقدند که با دادن آزادی نسبی به انتخابات هدفش وجیه الملل نشان دادن خود و پیشرفت نشان دادن حکومت خودش بود و همین که خود را از اتهامات مخالفان دور سازد. پاسخ: بله، چون این مطلبی را در عید قدیر در خرداد 1339 بیان داشت و هنوز دکتر اقبال نخست وزیر بود. در آن موقع حزب مردم مربوط به اسدالله اعلم و حزب ملیون مربوط به دکتر اقبال در صحنه بودند. این بار با روی کار آمدن کندی در آمریکا مخالفین زمینه لازم را فراهم دیدند و به راه افتادند. همچنین علی امینی و سید جعفر بهبهانی به عنوان منفردین در انتخابات شرکت کردند. جبهه ملی دوم هم در 30 تیر 1339 تجدید فعالیت خود را اعلام کرد، ولی در کنگره دیماه 1341 رسما به نام جبهه ملی دوم اعلام موجودیت کرد. منتها موقعی که انتخابات دوره 20 مجلس شورای ملی شروع شد، طبق معمول سهمیه بندی کرده بودند که چه تعداد از حزب میلیون وابسته به منوچهر اقبال و چه تعداد از مردم وابسته به اسدالله اعلم باشد. جبهه ملی دوم هنوز فرم و قالب نگرفته بود، اما علی امینی و دارودسته سید جعفر بهبهانی علیه انتخابات حرف زدند که تقلب شده. عده‌ای هم انتخاب شده بودند، اما شاه دستور داد که انتخابات را ملغا کنند. پرسش: آیا واقعا شاه بر این عقیده بود که در انتخابات تقلب شده است؟ پاسخ: به هر حال انتخابات کنترل شده بود. مثلا میگفتند از کدام منطقه و کدام شهر چه کسی از صندوق بیرون بیاید و دستور هم در این زمینه به استانداری ها داده میشد. یعنی دو حزب میلیون و مردم می نشستند و حوزه ها را بین خودشان تقسیم می کردند. شاه طبیعی بود که میدانست انتخابات واقعا کنترل شده بوده و آزاد نیست. پرسش: شاه در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهریور انتخابات را لغو کرد و منوچهر اقبال هم استعفا کرد. پاسخ: بله، به علت اعتراضاتی که بیشتر از طرف افرادی مانند علی امینی و سید جعفر بهبهانی انجام شده بود. امینی هم از همان زمان به امید حمایت آمریکایی‌ها وارد صحنه شده بود. پرسش: جبهه ملی هم از این فرصت استفاده کرد و به میدان آمد در تابستان 1339. البته مظفر بقایی و خلیل ملکی هم آمدند و علیه انتخابات اعلام جرم کردند و حتی علی امینی انتخابات دوره 20 را ننگ‌ترین انتخابات ادوار اخیر برشمرد. پاسخ: بله، بقایی و خلیل ملکی هم به صحنه آمدند. بعد به فرمان شاه انتخابات باطل شد و منوچهر اقبال از نخست وزیری در شهریور 1339 استعفا داد و جعفر شریف امامی نخست وزیر شد و بعد گفتند که مجددا انتخابات انجام شود و در انتخابات زمستان شاید در بهمن و اسفند 1339 جبهه ملی دوم مجهز شده بود. آمریکایی ها هم آنها را پشتیبانی می کردند، ولی در انتخابات فقط اللهیار صالح از جبهه ملی از کاشان انتخاب شد. پرسش: چرا در ساواک جلوی زمینه رشد جبهه ملی گرفته نشد؟ یا اینکه برای مقامات امنیتی زیاد اهمیتی نداشت و یا اینکه از اختلافهای درونی آنها مطلع بودید و دیگر نیازی به واکنش شما نبود؟ پاسخ: مسئله این نبود که ساواک میتوانست یا نمیتوانست آنها را کنترل و یا از فعالیتشان جلوگیری کند. شاه بنا به مقتضیات سیاسی و روی کار آمدن کندی در آمریکا تصمیم گرفته بود به آنها اجازه داده شود تا فعالیت سیاسی خود را آغاز کنند. شاید بتوان با آنها به نحوی کنار آمد، ولی در جبهه ملی وحدت و انسجامی نبود که از این فرصت استفاده کند و افراطیون مانع آن بودند که رهبران معتدلتر جبهه ملی با رژیم همکاری کنند. پرسش: بنا به اظهار دوستان، اینجایی که من میگم پرسش، بعضی از مطالبی که آقای قانیفرد نوشتن پرسش نیست، مطالبی هستش که در پاسخ جناب ثابتی بهش پرداختند، اما به دلیل که شما بدونید کدوم مطلب پاسخ جناب ثابتی است، کدوم مطلب پاسخ جناب قانیفرد، من اینها رو با مطلب پرسش و پاسخ دارم تفکیک میکنم برای اینکه شما بهتر بدونید. پرسش: بنا به اظهار غلام حسین صدیقی، افراد جبهه ملی اول با شریف امامی دیدار میکنند و سپس 14 نفر از رهبران جبهه ملی بنا به موافقت صدرالاشراف رئیس مجلس سنا در کتابخانه مجلس تحصن میکنند و بعد هم بنا به گفته مخالفان آنها دانشجویان دانشگاه ها را تحریک میکنند در انتخاباتی که شریف امامی در آن زمان انجام داد، سپهبد علوی مقدم وزیر کشور و دکتر فرهاد رئیس دانشگاه تهران بود. پاسخ: یادم نیست که در مجلس سنا تحسن کرده باشند. اگر هم بوده بسیار کوتاه بوده که در خاطرم نمانده است. اما در دانشگاه ها تحسن کردند. در آن ایام سرتیپ انجدی مدیر کل ما در ساواک بود. تیمور بختیار اسفند 1339 برکنار شده بود و بعد از تغییراتی حسن پاکروان رئیس ساواک و حسن علوی کیا هم به عنوان قائم مقام او تعیین شد. پرسش: سرانجام روز 11 اسفند 1339 20مین دوره مجلس شورای ملی گشایش یافت و سردار فاخر حکمت به ریاست آن انتخاب شد و شاه هم سخنانی در افتتاحیه آن ایراد کرد. در 20 اسفند جعفر شریف امامی اعضای هیئت دولت خود را معرفی کرد. شما در ساواک آن موقع چه نظری درباره شریف امامی داشتید؟ پاسخ: جعفر شریف امامی مهندس بود که در آلمان درس خوانده بود و بعد به ایران برگشته و در راهن خدمت کرد و بعد پله پله اول معاون وزارت راه و سپس وزیر راه شد و عاقبت در کابینه دکتر منوچهر اقبال به عنوان وزیر صنایع و معادن معرفی شد. شریف امامی نسبت خانوادگی با معظمی ها داشت که آنها مرتبط با جبهه ملی بودند. معظمی رئیس مجلس در اواخر دوران مصدق بود، اما پدر شریف امامی حاج محمد حسین ملقب به نظام الاسلام اهل گلپایگان بود و مذهبی بود. او چون در آلمان درس خوانده بود و سال 1318 به ایران برگشته بود و در راهن کار میکرد و به عنوان فردی طرفدار آلمان یا ژرمنوفیل معروف بود، نتیجتا در سال 1322 جزو گروهی بود که توسط انگلیسی‌ها دستگیر و تبعید شد و پس از بازگشت از تبعید به فراماسون پیوست. این بار وقتی که ماسون شد به عنوان هوادار انگلیس یا آنگلوفیل معروف شد. شاه شریف امامی را عامل انگلیسی‌ها تصور می‌کرد. نمی‌دانم چه ذهنیتی داشت. شاه گاهی با وجود این تصورات این گونه افراد را در مشاغل نگه می داشت. موقعی که شریف امامی در سال 1339 نخست وزیر شد، کمیته‌ای در نخست وزیری به نام کمیته طرح و فکر تشکیل شده بود که در آن چند نفر از اعضای دولت، شریف امامی از جمله احمد آرامش وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه و شوهر خواهر او علی آبادی معاون نخست وزیر، وزیر دادگستری و سرلشکر پاکروان رئیس ساواک عضو آن بودند که درباره انجام اصلاحات اساسی در کشور بررسی نموده و برنامه وسیعی را برای مبارزه با فساد تهیه و به موقع اجرا بگذارند. من از طرف ساواک چندین گزارش و اسناد و مدارک به این کمیته تسلیم کردم. با سقوط دولت شریف امامی این کمیته تعطیل و بعد دولت‌های علی امینی و عبدالله اعلم سر کار آمدند. در دولت اعلم پاکروان که هنوز در رأس ساواک بود به من گفت اعلیحضرت عرض کردم اگر اجازه بدهند کمیته نظیر کمیته طرح و فکر زمان شریف امامی دوباره تشکیل و تعدادی از رجال ملی و خوشفکر و خوشنام کشور عضو آن باشند و مسائل اساسی مملکت در این کمیته مطرح شود. اعلیحضرت پرسیدند رجال ملی مثل کی؟ و من عرض کردم شریف امامی. ناگهان شاه با حالت افروخته گفت این جاسوس پدرسوخته از کی رجل ملی شده؟ پرسش: جان اف کندی در 20 ژانویه 1961 برابر با دیماه 1339 زمام امور را در ایالات متحده آمریکا به دست گرفت و شاه ایران شاید نگران از موضع آمریکا بود و به همین سبب تیمور بختیار را برای مذاکره با مقامات آمریکا در اواخر اسفند 1339 برابر با مارس 1961 به آن کشور فرستاد. پاسخ: تیمور بختیار با هدف اینکه جلوی حمله و انتقاد آمریکایی‌ها به شاه و ایران را بگیرد به آمریکا فرستاده نشده بود. شاه چون فکر می‌کرد بختیار به خاطر مبارزه با کمونیست‌ها مورد توجه مقامات آمریکایی است، او را به آمریکا فرستاد تا نامه‌ای را از طرف شاه به کندی تسلیم کند که در آن تقاضای کمک نظامی و اقتصادی شده بود. در سفر بختیار به آمریکا دکتر علی نقی عالیخانی که در ساواک خدمت می‌کرد نیز همراه بختیار بود. بختیار برای اینکه نامه شاه را شخصاً به کندی تسلیم کند 2 هفته‌ای در آمریکا مانده بود تا مقامات سیا برای وی وقت ملاقات از رئیس جمهور بگیرند. بختیار در ملاقات با مقامات سیا از شاه انتقاداتی کرده و گفته بود شاه قادر به اداره امور کشور نیست و تلویحاً و تصریحاً خواسته بود موافقت آنها را به اینکه خود زمام امور را به دست بگیرد جلب کند. بختیار در اول مارس 1961 برابر با 10 اسفند ماه 1339 در کاخ سفید با کندی ملاقات کرد و نامه شاه را به او تسلیم و کندی در قبال خواسته های شاه حسن نیت و همکاری نشان داده و میگوید اورل هرمن فرستاده ویژه خود را به زودی به ایران خواهد فرستاد که درخواست های ایران را مورد توجه قرار دهد. برخلاف آنچه شایع شده بود در ملاقات با کندی عالیخانی همراه بختیار نبوده و خسرو خسروانی کاردار سفارت ایران در آمریکا و مقاماتی از کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا حضور داشتند و ملاقات در مجموع فقط 17 دقیقه طول کشیده است. درباره اینکه چه کسی اظهارات بختیار به مقامات سیا را به شاه گزارش داده است شایعات زیادی منتشر شده بود، از جمله اینکه عالیخانی جریان را به جهانگیر تفضلی که معرف اولیه او به بختیار بوده خبر داده و تفضلی آن را به شاه گزارش کرده است. ولی تحقیقات بعدی نشان داد که خود مقامات سیا از طریق کیم روزولت شاه را از هدفهای بختیار مطلع کردند و به همین دلیل شاه به فاصله کوتاهی پس از بازگشت بختیار از آمریکا در اواخر اسفند 1339 او را از کار برکنار و حسن پاکروان معاون ساواک را جانشین وی کرد. پرسش: قبل از سال 1340 و درگذشت آیت الله بروجردی آیا آن تصفیه های مقامات و رجال نظامی با اطلاع و هماهنگی ساواک بود؟ پاسخ: برای این گونه تصفیه ها که خود رئیس ساواک و رئیس اداره دوم ستاد ارتش برکنار می شوند که شاه از ساواک نظر نمیخواسته و هماهنگی نمیکرد. پرسش: روزنامه ها 24 اسفند این موضوع را نوشتند. پاسخ: شاه موقعی که میخواست بختیار را کنار بگذارد به خاطر اینکه قضیه انحصاری نباشد سپهبد کیا رئیس اداره دوم ستاد را نیز کنار گذاشت. همزمان سپهبد علوی مقدم رئیس شهربانی سابق که در کابینه شریف امامی وزیر کشور بود بازنشسته شد. در زمان نخست وزیری دکتر اقبال قانونی برای مبارزه با فساد تصویب شده بود که طبق آن هر مقام عالی رتبه باید اموال و دارایی خود را گزارش داده و اگر ثروت تازه‌ای به دست آورده باشد پاسخ دهد آن را از کجا آورده است، که این قانون به نام قانون از کجا آورده‌ای معروف شده بود. سپهبد کیا یک ساختمان 15 طبقه نبش خیابان قدیم شمیران و خیابان ملک ساخته بود و این ساختمان به ساختمان از کجا آورده‌ای معروف شده بود. پرسش: در این ایام آیت الله سید حسین طباطبایی بروجردی درگذشت و شاه هم همان روز تلگرافی زد به حکیم جهت عرض تسلیت و 2 روز بعد هم خودش و نخست وزیر و هیئت وزیران در مجلس ترحیم شرکت کردند. پاسخ: موقعیت و مرجعیت بروجردی بلا منازع بود. بعد از مرگ بروجردی در فروردین 1340 4 آیت الله در قم شاخص بودند که عبارت بودند از شریعت مداری، گلپایگانی، مرعشی نجفی و خمینی و در عراق سید محسن حکیم بود. شاه تلگراف تسلیت فوت بروجردی را به حکیم زد و نمیخواست که خطاب به آیت الله های داخل تلگراف بزنند، بنابراین به آیت الله حکیم تسلیت گفت، یعنی اینکه مرکز شیعه به عراق رفته است. با مرگ بروجردی در فروردین 1340 جبهه ملی از این حادثه نهایت استفاده را کرد. البته بعد از مرگ بروجردی جبهه ملی به دنبال سید محمد کاظم شریعت مداری را افتاد و از او حمایت میکرد. بعد که نهضت آزادی تشکیل شد، دار و دسته سید محمود طالقانی و مهدی بازرگان از خمینی به عنوان جانشین بروجردی طرفداری میکردند. یعنی آنها به دنبال خمینی بودند تا او را علم کنند. پرسش: یعنی آقای خمینی مطرح نبود؟ پاسخ: نه، در ایران خمینی تا وقتی که بروجردی زنده بود شهرتی نداشت. از سال 1340 بود که کم کم نام خمینی مطرح شد و قبل از آن لااقل من یکی در سازمان اطلاعات و امنیت کشور خیلی کم از ایشان میشنیدم. ولی همه ما سید محمد کاظم شریعت مداری را میشناختیم. دستجات و احزابی را که ذکر کردم بعد از فوت بروجردی خمینی را مطرح کردم. پرسش: فرمودید آقای روح‌الله خمینی را کسی نمیشناخت، اما در دوران آغاز دهه 1340 به هر حال هر از گاهی ایشان به نوعی موضع‌گیری سیاسی داشتند، مثل موضوع اصلاحات ارضی و یا الغای سیستم ارباب و رعیتی، و بعد از سال 1341 شاید مخالفت‌هایش جدی‌تر و علنی‌تر شد. پاسخ: وقتی که لایحه اصلاحات ارضی در مجلس مطرح شد هنوز بروجردی زنده بود. سال 1338 بود و بروجردی علناً به شاه اعتراض کرد و گفت که این کار شما خلاف شرع است و شاه عقب نشینی کرد و لایحه‌ای بیال و دم در مجلس تصویب شد که اول بروند همه زمینها را مساحی کنند و از نظر زمینشناسی بررسی شود و محترمانه، یعنی آنکه همه را دنبال نخستیا فرستادند. به هر حال اول بروجردی موضع گیری کرد نه خمینی. همانطور که گفتم دار و دسته نهضت آزادی بیشتر خمینی را مطرح کردند و طالقانی هم البته در آن راستا گام برمی‌داشت. خمینی از همه تندتر اعلامیه میداد. خمینی به خاطر رابطهش با فدایان اسلام تعدادی از اسلامیون افراطی پیرو داشت و تعدادی از شاگردان وی هم دست به کار فعالیت برای مطرح شدن اسم او شدند. پرسش: برگردیم سر بحث جبهه ملی و نهضت آزادی. جبهه ملی و نهضت آزادی هر دو پیرو خط مصدق بودند و تفاوتشان در این بود که جبهه ملی وجه مذهبی نداشت و سکولار بود، اما نهضت آزادی جبهه اسلامی و مذهبی داشت و انجمن‌های مختلف اسلامی مانند مهندسین و معلمین و پرستاران و دانشجویان و پزشکان و غیره که سالها قبل به وسیله مهندس بازرگان و صحابی تشکیل شده بودند. در اردیبهشت 1340 که نهضت آزادی از جبهه ملی جدا شد، این انجمن‌ها بدنه اصلی نهضت آزادی را تشکیل دادند. در جریان درگذشت بروجردی در فروردین 1340 سران جبهه ملی از این فرصت برای تشدید فعالیت استفاده کردند. البته از درگذشت محمود نریمان وزیر دارایی مصدق نیز بهره برداری کردند و بعد اعتصاب معلمین پیش آمد. پرسش: قبلا فرمودید که جبهه ملی ها گفتند علایار صالح از کاشان از صندوق بیاید بیرون. پاسخ: جبهه ملی میخواست بسیاری از کاندیداهای آن انتخاب بشوند، ولی دولت اجازه داد که فقط علایار صالح در دوره 20 مجلس شورای ملی از کاشان وکیل شود. پرسش: خب صالح وکیل شد. بعد از فوت بروجردی ایشان در 31 فروردین 1340 در مجلس اصرار و ابرام داشت که مجلس 20 منحل شود. پاسخ: اینها میگفتند انتخاباتی که شریف امامی برگزار کرده انتخاباتی تقلبیه، یعنی نتیجه آن را قبول نداشتند و چند ماهی بیشتر عمر مجلس طول نکشید تا اینکه در اردیبهشت ماه اعتصاب معلمین رخ داد. اعتصاب معلمین را آمریکایی‌ها راه انداختند. در نتیجه علی امینی به نخست وزیری رسید و مجلس منحل شد. پرسش: قابل حدس هست، چون ظاهراً بسیاری از روایت کنندگان وقایع تاریخی آن ایام معتقدند که آمریکایی‌ها باعث شده بودند که علی امینی به نخست وزیری ایران برسد. پاسخ: به هر حال آنها اعتصاب معلمین را راه انداختند و دامن زدند. اعتصاب روز 12 اردیبهشت ماه 1340 بود. پرسش: دقیقاً همان روز سه‌شنبه که 2 می 1961 می شود و 3-4 ماهی از رئیس جمهور شدن کندی در آمریکا می گذرد، چون کندی در 20 ژانویه 1961 به عنوان 35مین رئیس جمهور ایالات متحده سوگند یاد کرد. پاسخ: بله، روزی که ابوالحسن خان علی کشته شد و بعدش روز تشییع جنازه او، در روز بعد ماشین‌های مستشاری آمریکا پشت سر این جنازه مشایعت می‌کردند و نگاه می‌کردند که سیر این حوادث چگونه پیش می‌رود. خان علی، معلمی که کشته شد، دایی‌اش می‌شود سرلشکر شادمهر، رئیس ستاد ارتش بعد از انقلاب که در آن زمان افسر دفتر ویژه اطلاعات بود و برادر خان علی هم در ساواک خدمت می‌کرد. پرسش: شما فرمودید که آمریکایی‌ها جزو مشایعت کنندگان بودند و ناظر بر روند ماجرا. نقش ساواک در این وسط چه بود؟ پاسخ: ما فقط به شاه گزارش میدادیم که آمریکایی‌ها دارند دخالت میکنند. پرسش: یعنی صرفاً نقشی خنثی داشتند؟ پاسخ: ببخشید دوستان، پرسش رو اشتباه مطرح کردم. یعنی صرفاً نقشی خنثی داشتن، یعنی منظورش اینه که ساواک خنثی بوده؟ پاسخ: قرار نبود که کاری بکنیم. شاه میگفت کاری نکنید که حساسیتی ایجاد شود و به این صورت بود که افراد جبهه ملی هم دستگیر نشدند. جان اف کندی به کاخ سفید آمده بود و دولت ایران هم نمیخواست اینها دستگیر بشوند. البته اگر 5-6 سال قبل می بود که نمی گذاشتیم و وضع کاملا فرق می کرد. فقط کافی بود به ایشان بگوییم نمی شود و طبعا نمی کردن. اما حالا که دیگر می دانستند از آن طرف بر ایران فشار هست، دست به کار فعالیت جدی شده بودند. من هم در گزارشم در 2 سال قبل از انقلاب، یعنی آذر سال 1355، برای شاه نوشته بودم که با آمدن جیمی کارتر در 1976 سناریوی 1960 دوران کندی است که دارد تکرار می شود، اما این دفعه به تبع شرایط و اوضاع و احوال تغییر کرده و کنترل اوضاع سخت‌تر است. پرسش: روز 14 اردیبهشت 1340 در جلسه مجلس شورای ملی به شریف امامی اعتراض شد و سپس او با حالت قهر کنارگیری کرد و استعفا داد و روز 18 اردیبهشت آمریکایی ها به خواست خودشان رسیدند، یعنی علی امینی مأمور تشکیل کابینه شد. شما یعنی ساواک با شاه درباره این که امینی مورد تایید ما هست یا نه مشورتی نداشتید؟ پاسخ: نه. شاه تصمیم گرفت که علی امینی نخست وزیر بشود. شاه که از ساواک نمیپرسید چه شخصی نخست وزیر بشود و یا نشود. شاه تا کسی را نمیشناخت نمیآورد که نخست وزیر بشود و لزومی نمیدید که ببیند نظر ساواک در این باره چیست. اگر کسی را میخواستند به عنوان وزیر منصوب بکنند و نمیشناختند، از ساواک نظر میخواستند، وگرنه نه نظری نمیخواستند. پرسش: خب شاه متوجه این مسئله نبود که چه انسانی را نخست وزیر کرده؟ چون دقیقاً امینی آمد و به شاه گفت که مجلسین سنا و شورای ملی را منحل کنید و به همین خاطر بسیاری از منتقدین او را شخصی خودرأی مینامیدند. پاسخ: قبل از اینکه علی امینی نخست وزیر بشود رفت با شاه صحبت کرد و گفته بود که باید مجلسین منحل بشود و حتی به شاه گفته بود که به شرطی نخست وزیر میشوم که مجلسین منحل بشوند. شاه هم مجلسین را منحل کرد. پرسش: البته مصدق السلطنه هم همین کار را کرده بود که منتقدها به او مصدق شاه میگفتند. پاسخ: بله، مصدق هم همین کار را کرده بود. علی امینی هم که به نخست وزیری رسید مجلسین منحل شد. تصمیمات به صورت لوایح تهیه میشد و به تصویب دولت میرسید و حالت اجرایی پیدا میکرد و طبعا بیستی بعد از تشکیل مجلسین مراحل لازم را در پارلمان طی کند. فرق اختیارات مصدق و امینی این بود که در زمان مصدق مجلس منحل نشده بود و دولت از مجلس اجازه گرفته بود که به قانونگذاری بپردازد، مجلسی که خود مصدق انتخابات آن را انجام داده بود. پرسش: در همان روزا مشهور است که محمد درخشش اعتصاب معلمین را تحت نظر و کنترل داشت و از طرفی جبهه ملی هم برای علی امینی به نوعی معضل تبدیل شد. پاسخ: بله، امینی و جبهه ملی هر دو مورد حمایت آمریکایی ها بودند و امینی جبهه ملی را رقیب سیاسی خود تلقی میکرد و نمیدانست چگونه با آنها رفتار کند. با این حساب میتوان ادعا کرد که معضلی برای امینی ایجاد شده بود. پرسش: البته برخی از تحلیلگران معتقدند که مهدی بازرگان توسط آمریکا تحریک شده بود که بیاید و نهضت آزادی را تشکیل بدهد. پاسخ: تصور نمی کنم نهضت آزادی به تشویق و تحریک آمریکایی ها به وجود آمد. آنها سران هر دو گروه را تایید می کردند ولی مبتکر ایجاد آن نبودند. نهضت آزادی در آستانه تشکیل میتینگ بزرگ جبهه ملی در جلالیه در 28 اردیبهشت 1340 اعلام موجودیت کرد و نهضت آزادی در آن شرکت نکرد. پرسش: یعنی برگزاری همون گردهمایی یا میتینگ معروف میدان جلالیه پارک لاله فعلی؟ پاسخ: بله، آن میتینگ را برگزار کردند و این منتهای تلاش جبهه ملی بود که می‌خواستند نوعی نمایش قدرت داشته باشند. یادم هست که من آن روز گزارش شرف ارزی را میبایست تنظیم می‌کردم. موقعی که داشتیم مراسم برگزار می‌شد، گزارش‌های مختلف می‌آمد و من هم سعی داشتم که زودتر گزارش تمام شود و به دست شاه برسد. نکته قابل توجه بحث جمعیت بود که در این گزارش مطرح شد که اصلا چه تعدادی شرکت کننده در این مراسم هست. گزارش ها در این باره مختلف بود، از 20,000 تا 80,000 نفر متغیر بود. من هم 2 نفر نظامی را خواستم و گفتم شما میدانید تعداد افراد را چگونه تخمین بزنید، چون نظامی ها به هر حال با سرباز سر و کار دارند و جلوی چشمشان میتوانند حدس بزنند که چقدر جا برای چند نفر لازم است. بنابراین به اینها گفتم که شما بروید و با توجه به طول و عرض میدان و تراکم جمعیت در جلالیه تخمین بزنید که حدوداً چقدر جمعیت هست. خلاصه شد 40,000 نفر. پرسش: آن ایام که هنوز مصدق السلطنه زنده بود و تحت کنترل شما، آیا واقعاً در ساختار فعالیت‌های حزبی نقشی نداشت؟ پاسخ: نه، البته از او پیام‌هایی می‌گرفتند. مصدق در احمدآباد مزرعه شخصیش در حصر خانگی بود و نزدیکانش هم می‌رفتند و می‌آمدند و یک پیام‌هایی هم وی به بیرون می‌فرستاد. درست همزمان با میتینگ جلالیه، مهدی بازرگان و همفکرانش نهضت آزادی را تشکیل دادند و از مصدق هم پیام دریافت کرده بودند. پرسش: تظاهرات 28 اردیبهشت 1340 شاید برای نشان دادن قدرت و شریک شدن در قدرت به وسیله سران جبهه ملی بود. البته در این زمان دیگر 8 سال از ماجرای 28 مرداد می‌گذرد. پاسخ: بله، آنها این تظاهرات را تشکیل دادند. قرار گذاشته بودند در سخنرانی‌ها حمله‌ای به آمریکا و سیاست‌هایی که مورد تایید آمریکاست نباشد. اما شاپور بختیار وقتی که به عنوان سخنران پشت تریبون رفت، به پیمان بغداد حمله کرد که کریم سنجابی و اللهیار ساله از این قضیه ناراحت شدند که بختیار قرار نبود این گونه سخن بگوید و آن را توصیه‌ای از جانب انگلیسی‌ها دانستند، زیرا با اینکه انگلیسی‌ها در پیمان بغداد حضور داشتند ولی خیلی هم با پیمان بغداد موافق نبودند و آن را یک پروژه آمریکایی می‌دانستند. و شاپور بختیار هم به علت ارتباطاتش با انگلیسی‌ها آمده بود و در آن مراسم فرصت را غنیمت شمرده و علیه پیمان بغداد حرف زد. پرسش: در 10 خرداد 1340 به دستور امینی فرمان سفارت منوچهر اقبال برای اسپانیا لغو شد. علت موضع‌گیری امینی علیه اقبال چه بود؟ او که مدتها بود از نخست وزیری کنار رفته بود، گرچه در 4 اسفند و شلوغی‌های دانشگاه تهران در پی اعتراض با نتایج انتخابات زمستانی مجلس شورای ملی، پس از مداخله پلیس و زد و خورد با دانشجویان، آنها هم اتومبیلش را آتش زدند. واقعا امینی دنبال تصفیه حساب نبود؟ پاسخ: عرض کنم که علی امینی همیشه با منوچهر اقبال مخالف بود و میخواست اقبال را از صحنه سیاسی کنار بگذارند، اما شاه میگفت که اقبال را نباید دست بزنید. پیش آمد قضیه دانشگاه هم این بود که اقبال رفته بود دانشکده دندانپزشکی و عده‌ای دانشجو هم اجتماع کرده بودند و علیه او تظاهر و قصد آتش زدن اتومبیل او را داشتند. اقبال از ایران رفت و بعد از سقوط دولت امینی سفیر ایران در یونسکو شد. در این ایام رسانه ها به موضوع محاکمه مظفر بقایی پرداختند. جریان چه بود؟ پاسخ: بقایی درباره ارتش بیانیه‌ای صادر کرده بود و تحت تعقیب قرار گرفت. پرسش: در مورد تحریک افسران؟ پاسخ: بله، اما زیاد مسئله بزرگ نشد. محکومیت شدیدی هم پیدا نکرد. آن پرونده از قبل بود و ربطی به این جریان نداشت. پرسش: در کابینه امینی محمد درخشش بعضی از ادارات را منحل کرد و نورالدین الموتی وزیر دادگستری هم گفت که ما دزدها را گرفتیم و دیگر چیزی نیست. در واقع چون هر دو نفر جنجال آفرین بودند و مدعی بودند که عناصر فاسد و دزد را برکنار و تعقیب کردند، آیا واقعیت داشت یا عوام فریبی بود؟ پاسخ: نورالدین الموتی از کمونیست‌های معروف ایران بود و بعد از 28 مرداد از فعالیت دست کشیده و در دادگستری در مشاغل حساس قضایی قرار داشت. ولی باطناً تمایلات کمونیستی خود را حفظ کرده بود. دولت امینی یکی از برنامه‌های مهمش مبارزه با فساد بود و الموتی به عنوان وزیر دادگستری این مسئولیت را بر عهده داشت. الموتی ابتدا سپهبد حاج علی کیا رئیس سابق اداره دوم ستاد، سرلشکر زرقام وزیر سابق گمرکات و انحصارات در کابینه اقبال، سرتیپ فرج‌الله نویسی مدیر عامل شرکت شیلات شمال را به اتهام فساد بازداشت کرده بود. سرلشکر زرقام فردی سالم و درستکار بود و بازداشت او با غرض شخصی صورت گرفته بود که بدون اینکه محاکمه شود مدتی زندانی و بعد آزاد شد. ولی سپهبد کیا و نویسی محاکمه شدند. سپهبد حسین آزموده دادستان و رئیس دادرسی سابق ارتش نیز به علت اینکه علیه اقدامات غیرقانونی دولت و وزارت دادگستری اعلام جرم کرده بود بازداشت کردند که ارتباطی به مبارزه با فساد نداشت و فقط به این دلیل بود که آزموده دادستان دادگاه مصدق بود و با حزب توده هم مبارزه کرده بود. سالها بعد موقعی که من تلاش کردم آزموده سناتور انتصابی شود، شاه گفته بود او آدم حرف نشنویی است و با پیشنهاد من مخالفت کرده بود. به راستی هم آزموده افسری پاک و شجاع بود، اما محمد درخشش همه کارهایش با هوچی بازی بود. امینی در جریان تشکیل کابینه مایل نبود که درخشش را وارد دولت کند. درخشش خواهان افزایش حقوق معلمین به میزان کلانی بود و امینی میگفت که اکنون موقع اضافه حقوق هیچ کس نیست و دولت باید کمربندها را ببندد و به وضع مالی دولت سر و صورت بدهد. و چند روزی طول کشید تا امینی نهایتاً با ورود او به کابینه موافقت کرد. در زمان درخشش ادارات مهمی در وزارت آموزش و پرورش منحل شد. در ادارات کسانی را کنار گذاشت و جنجالی هم آفرید. در سر مسئله اجاره بهای ساختمانی در جاده قدیم شمیران متعلق به مهدی باتمان قلیچ برادر سپهبد نادر باتمان قلیچ که به دانشسرای عالی اجاره داده شده بود به قرار ماهی 65,000 تومان، درخشش میگفت که باید اجاره بها کاهش داده شود و در روزنامه‌ها علیه قرارداد اجاره سر و صدا به راه انداخته بود. و مالک ساختمان میگفت کاهش در کارش نخواهد بود و میتوانند تخلیه کنند که تخلیه شد. درخشش فردی جنجال برانگیز و جاه طلب بود. در اواخر قبل از انقلاب هم میخواست نخست وزیر شود و ما تلفن منزل او را کنترل میکردیم. ناصر خدایار مدیر روزنامه ستاره تهران و گوینده سابق رادیو با درخشش دوست بود و تماس داشتند و در مکالمات تلفنی به وی گفت جناب آقای نخست وزیر، عباس اخباری هم که نماینده مجلس بود با خدایار دوست بود و در مجلس وزیر آموزش و پرورش را استیضاح کرد. ناصر خدایار در دولت امینی روزنامه‌اش یعنی ستاره تهران را ارکان دولت قرار داده بود ولی در واقع با امینی نبود و به آن تظاهر میکرد و به تشویق مخالفین امینی با بتول امینی همسر نخست وزیر روابط ویژه‌ای برقرار کرده بود که ما مکالمات عاشقانه تلفنی آنها را ضبط میکردیم. خدایار با درخشش در همین ایام نخست وزیری امینی آشنا و دوست شده بود. خدایار مردی خوشتیپ و خوش صحبتی بود که با خانم فروزنده اربابی برنامه رادیویی داشت. در دوره امینی اقداماتی برای ایجاد سازمانی جهت هدایت جوانان آغاز شد و سپس در دوره اسدالله اعلم به تشکیل سازمان رهبری جوانان منجر شد و ناصر خدایار در رأس آن قرار گرفت. موقعی که خدایار از این سازمان کنار گذاشته شد و نصرالله شیفته جای او را گرفت، شیفته علیه خدایار شروع به پرونده سازی کرد و با هم دشمن شدند. زمانی که حسن علی منصور نخست وزیر شد، محمد عبدالله گرجی مدیر کل سابق آموزش و پرورش به جای شیفته رئیس این سازمان شد و منصور برای من نیز حکمی به عنوان معاون این سازمان صادر کرد که بعضی مواقع بعد از ظهرها به این سازمان می‌رفتم و در این زمان بود که با ناصر خدایار و عباس اخباری که او هم کارمند این سازمان بود آشنا شدم. خدایار مرد بامزه‌ای بود. روزی به من تلفن کرد و گفت که خبر دیشب را دارید؟ گفتم چه خبری؟ گفت دیشب شیفته با یکی از دوستانش عوض کرده بودند به یکی از خانم‌های کارگرل، خانم تلفنی، زنگ بزنند که بیاید به اتاق هتل آنها. در که باز شد دیدن خواهر خود شیفته است. گفتم ناصر حیا کن، این مزخرفات چیست که میگویی؟ گفت به جدم راست میگم. این هم نمونه از مبارزات سیاسی هموطنان ما بود. خدایار در رأس سازمان رهبری جوانان توجه سرلشکر پاکروان یعنی رئیس ساواک را نیز جلب کرده بود و به او میگفت پاپا و ماهی هم در 15,000 تومان از او میگرفت که در سفرهای جوانان را به کشوری مثل ترکیه و یا سفرهای داخلی بدهد. عبدالله گرجی که جانشین ناصر خدایار در سازمان رهبری جوانان شد نیز آدم جالبی بود. گرجی که سالها قبل رئیس دفتر وزیر آموزش و پرورش یا فرهنگ بود تعریف میکرد. موقعی که محمود حسابی وزیر فرهنگ شد من در سمت رئیس دفتر باقی ماندم. روزهای اول آدمهای مختلف شروع کردند بیایند و وزیر را ببینند و تبریک بگویند. دیدم هر کسی که داخل میرفت و بیرون میآمد وزیر میگفت 1-2 دقیقه به من وقت بدهید، بعد نفر بعدی بیاید داخل. و من فهمیدم که هر کسی میآید آقای حسابی از او سوالاتی میکند و لیستی از آدمها دارد و در فهرست اسامی جلوی هر اسمی یک علامت مثبت و یا منفی میزند که مردم راجع به این شخص چه میگویند. تا اینکه روزی مجلس ختمی فکر کنم در مسجد سپهسالار بوده و وزیر به مجلس ختم رفت. فوراً پریدم داخل دفترش و کشو میزش را باز کردم و دیدم که یک لیستی گذاشته از معاونین وزارتخانه و مدیر کلها تا رئیس دفتر، اسم همه بود. دیدم که جلوی اسم من همش منهاست. 1-2 تا را به اضافه تبدیل کردم و آمدم بیرون و بعد دوستانم را صدا کردم که بیایید و بروید وزیر را ببینید. آنها میگفتند که ما کاری با وزیر نداریم. میگفتم نه، بیایید وزیر را ملاقات کنید. او در آینده هم مصدر کارهای مهمی خواهد بود. خلاص رفقایم را قطار کردم و پشت سر هم داخل اتاق حسابی میفرستادم که از من خوب بگویند و تعریف و تمجید کنند. بعد از 3-4 روز دیدم که جلوی اسم من همش به اضافه شده. تا اینکه روزی که وزارتخانه تعطیل و وقت اداری تمام میشد آقای وزیر از اتاقش آمد بیرون و گفت آقای گرجی، شما که میگویند آدم سالمی هستید و در خانه وقفی زندگی میکنید چرا بعضی ها بی‌جهت از شما بد میگویند؟ گفتم قربان، مردم حسودند و فکر میکنند چون من رئیس دفتر وزیر هستم پس همه کارم و هر کاری از من برمیآید. بعد از آنجا دکتر حسابی را برداشتم و بردم خانه‌ام را به اون نشان دادم. تا خانه‌ام را دید آقای وزیر زد زیر گریه. گرجی انسان بامزه و خوشمشربی بود. پرسش: فرمودید که خیلی از اعتراضها و تظاهرات و غیره را آمریکایی‌ها فراهم می‌کردند. پاسخ: در مورد اعتصاب معلمین گفتم که آنها دخالت داشتند. پرسش: روز 30 تیر 1340 جبهه ملی دوباره میخواست قدرت نمایی بکند. پاسخ: سران جبهه ملی در صدد برآمدند فعالیت‌های خود را توسعه داده و متشکل شوند. علی امینی پس از اجتماع میدان جلالیه و اظهارات شاپور بختیار تصمیم گرفت جلوی گسترش دامنه فعالیت آنها را بگیرد. اینها تصمیم گرفتند که در 30 تیر ماه تظاهرات کنند که می شود 2 ماه بعد از تظاهرات میدان جلالیه. حسن پاکروان رئیس ساواک و نعمت الله نصیری رئیس شهربانی با امینی جلسه تشکیل و قرار شد جلوی این کار گرفته شود. زد و خوردهایی در خیابانها صورت گرفت و از آن وقت به بعد امینی در مقابل جبهه ملی قرار گرفت. پرسش: دانشگاه هم شلوغ شد در آذر 1340 و دی و بهمن ماه 1340. پاسخ: تظاهرات و اعتصابات در دانشگاه‌ها در این زمان غالباً صورت می‌گرفت. وقتی امینی اجازه داد که در جلالیه تهران جبهه ملی آن تظاهرات را برپا کند، شاه دستور داد که یک تظاهرات خیلی وسیع‌تر در حدود 400,000 نفری در میدان دوشانتپه روز 28 مرداد در پاسخ به تظاهرات 40,000 نفری جبهه ملی برپا شود که خود در اجتماع بزرگ سخنرانی کرد و به سران جبهه ملی و مخالفین حمله نمود. موقعی که امینی با جبهه ملی در تقابل قرار گرفت، آنها تظاهرات و فعالیت‌ها را در دانشگاه‌ها متمرکز کردند. اعتصاب روز اول بهمن 1340 در دانشگاه به صورت تظاهرات و تحصن با همین هدف بود که آن روز مأمورین انتظامی با همکاری تیپ نوحه ریختن و ضرب و شتم و خرابکاری‌های وسیعی مرتکب شدند. چون شدت عمل غیر متناسب بود، گفته شد که منظور از این اقدام‌ها ایجاد بحران برای برکناری امینی از نخست وزیری بوده است و از آنجا که شاپور بختیار مسئول امور دانشگاه و دانشجویان از طرف جبهه ملی بود و با همکاری داریوش فروهر فعالیت‌های دانشجویان را هدایت می‌کرد و در ایجاد اغتشاش در دانشگاه که منجر به ورود نیروهای نظامی شد دخالت داشت، این گونه شد. امینی به این نتیجه رسیده بود که تیمور بختیار با همکاری شاپور بختیار و سایر رهبران جبهه ملی علیه او توطئه کرده و این حادثه را ایجاد کردند. خب عزیزان، به پایان بخش سوم قصه راه شب رسیدیم با کتاب در دامگه حادثه. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید از یکایی که شما عزیزان سپاسگزاری میکنم. زحمت بکشید یک بار دیگه در پایان این برنامه اگر از این کتاب خوشتون اومده و مورد علاقتون واقع شده این برنامه رو پخش کنید و ما رو مورد حمایت خودتون قرار بدید. طبق معمول همیشه بهترین ها رو از صمیم قلبم برای یکایی که شما آرزو میکنم. پاینده ایران و ایرانی، برافراشته باد پرچم سرنگ شیر خورشید نشان، تا جان در تن من است، تا خون در رگ من است، تا ابد جاویدشاه تنها کلام من است و ایران تنها سرای من است. تا راه شبی دیگر، بدرود.